درود بر هموطنان گرامی، انجمن پادشاهی ایران هوشنگ راستو. سخنم رو با درود به سرداران انجمن پادشاهی ایران از داریوش بزرگ تا فولادوند آغاز می کنم و درودی بر سربازان و یاران انجمن پادشاهی ایران دارم. راستی هر وقت که من نام پر افتخار انجمن پادشاهی ایران رو به زبون میارم، شادمانی در من به وجود میاد و شادمانی که فکر میکنم که راه رهایی برای من و سرزمینم و ملتم از این طریق میشه پیدا کرد. و هرگاه که نام انجمن پادشاهی ایران به گوش دشمنان این سرزمین میرسه، به راستی پی چاره میگردن، پی چاره که این صدا به گونه ای به گوش ملت ایران نرسه و این نام پر افتخار انجمن پادشاهی ایران به فراموشخانه تاریخ سپرده بشه. من سخنم رو با درود به سرداران انجمن پادشاهی ایران به خاطر این آغاز کردم که راستی تمام جهان در کنار دشمنان این سرزمین همه سعیشون در واقع بیرون کردن این نام پر افتخار و این هویت ملی ملت ایران هست. آنچه که ما از رادیو تلویزیون های لس آنجلس میبینیم، هموطنان گرامی، همه چیز میبینیم جز شاهنشاهی ایران و پادشاهی ایران. و پس از این که در واقع دشمنان داخلی این سرزمین با همراهی بیگانه توانستند که پشت دو پادشاه پهلوی رو به خاک برسونن، هموطنان گرامی، به گونه ای در واقع این سخن و هویت ملت ایران داره به فراموشی سپرده میشه که تا به حال در تاریخ سابقه نداشته و تمام سعی در واقع بیگانه و دشمنان داخلی این سرزمین بر این هست که آلترناتیف های دیگری رو سر راه ملت ایران بذارن و ملت ایران رو از خودش دور کنن، زیرا که اگر کسی از خصوصیات و شخصیت خودش و مشخصات خودش و خصوصیات خودش دور بشه، راحتی میشه هم کلا سرش گذاشت و هم بردش به بیراهه. برای اینکه همین که شما ندونستی که هستی، دیگه نمیدونی که کجا میری و به کجا میبرنت. راستی ملت ایران رو چه در درون و چه در برون میبرن به جهاتی که میخوان، نه امروز بلکه در طی تاریخ ما رو میبرن به جایی. ما جایی نمیریم، جایی نرفتیم. 1400 ساله که ما رو از این ور به اون ور میبرن، از سرمون به قول معروف کوه درست میکنن، به نوکری و به بردگی و به در بدری و به کولیگری و بی خانمانی و به دوری از وطن و به تبعید و به آوارگی و هر چه که نامش رو میخواید بذارید، بذارید هموطنان گرامی. آنچه که تصور میکنید و آنچه که تصور نمیتونید بکنید، هر بلایی که به قول معروف موجوده به سر ما ملت ایران در میارن
و ما متوجه حتی نمیشیم که چرا. چرا باعث اعتراض نمیشه این مطالب؟ چرا باعث این نمیشه که ملت ایران به خودش بیاد؟ زیرا که همونطور که گفتم در گام نخست، همین که انسان رو از خودش دور کردن، دیگه نمیتونه منشأ اثری باشه انسان. همین که نتونستی توانایی خودت رو ارزیابی کنی، نتونستی دانش خودت رو و خصوصیات خودت رو در واقع بشناسی، چه میخوای بکنی؟ اگر ندونی حتی میتونی یک شفاشی رو بگیری، دستت روی میخ بزنی و یه میخی رو در واقع توی یوتیوب فرو ببری، موقعی که دانش این رو نداشته باشی که این توانایی در تو هست، مسلما آغاز نمی کنی چنین مطلبی. سخنی با یکی از به قول معروف کسانی که شاهد کار کردن من با سیم برق بود و گفت ای تو این کارو نکردی، نمیدونم این فلان، این خطر، این فلان. گفتم ببین گرامی من، زمانی که ما با سیم برق بازی میکردیم، راستی شما تو جنگلا با پوست به قول معروف حیوانات به خودتون پیچیدن هم دیگر رو دنبال میکردیم و هم پوست همو میکندیم هم پوست حیوانات رو. خصوصیاتی ژنتیک در ملتی هست. 2300-400 سال پیش ما باتری داشتیم، جریان برق رو میشناختیم. این خصوصیاتی ژنتیک در تمامی ملت ایران هست، هموطنان ایران. آنچه که من تا به حال گفتم و اصراری که من دارم که برگردیم به هویت ملی و خصوصیات خودمون، علتش اینه که چنانچه ما زنده کنیم و به ضمیر آگاه بیاریم دانشمون رو و خصوصیات ژنتیک خودمون رو، راستی از توانایی کم نظیری برخوردار خواهیم بود. و دشمن هم این رو میدونه و گام نخست دشمن داخلی این رو میدونه. دشمن داخلی کسانی هستند که میخوان این سرزمین رو بفروشن برای خودش. علت این که من این تاریخ رو بازگشایی کردم و علل عدم همبستگی ملت ایران رو باز کردن، من وطنان گرامی، فقط همین هست که روشن کنیم که چرا کسانی سنگ در فروش این سرزمین دارن. چرا به جای اینکه به پادشاه ایران، به کمک پادشاه ایران بریم، به کمک دشمنان ایران رفتیم و آرامش و آسایش خودمون رو از بین بردیم و سرزمینمون رو تقدیم به بیگانه کردیم و خودمون رو به دردسری انداختیم؟ هموطنان گرامی، به خاطر اینکه توسط دشمنان این سرزمین رانده شدیم و آگاه به این در واقع هویت ملی نبودیم. میتونستیم در واقع در کنار پادشاه، شاهنشاه آریامهر یا رضا شاه بزرگ، یک نیروی در واقع قدرتمندی تشکیل بدیم و سرزمینمون رو بازسازی کنیم. هموطنان گرامی،